سلام به روی ماه همه شما دوستای نازنینم، انشاءالله هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی عالی باشه. با یک ویدیوی دیگه، یک برنامه لایوی در خدمت شما عزیزانم هستم که من فکر میکنم یکی از مهمترین مواردی هستش که جزء قوانین یک رابطه ماها باید در نظر بگیریمش و حواسمون بهش باشه که مراقب باشیم چطور داریم وارد یه سری از بازی‌های منفی توی رابطه میشیم و این بازی‌های منفی تا چه اندازه میتونه مخرب باشه و حتی احساس شما رو، حال شما رو، رابطه عاطفی شما رو که میتونه رابطه خوبی باشه خراب کنه. یکی از قوانین رابطه اینه که باید یاد بگیریم ما توی رابطه اگه قراره بازی رو انجام بدیم، ببینیم میگم بازی، اگه قراره بازی رو انجام بدیم این بازی باید مثبت باشه. اگه قراره شیطنتی انجام بدیم، اگه قراره ردی تو ذهن آدم ها بذاریم، باید این بازی، این شیطنت، این رد جاش جای مثبتی باشه. یعنی توی ذهن آدم ها اگه قراره یک خالجوشی رو ایجاد کنیم، اون خالجوشه پر از خاطرات خوب و احساس خوب باشه. و به طب وقتی من میگم بازی، بازی مثبتی باشه، یعنی که ما بازی منفی هم داریم. یعنی تو رابطه عاطفی بازی منفی هم داریم، یعنی بازی که میدونم اگه تو شرکت کنم نتیجهش از قبل برام کاملا مشخصه و این نتیجه، نتیجه خوبی نیست، نتیجه لذت بخشی نیستش. و بعضی وقتا بد نیست ما از خودمون بپرسیم که الان این کاری که دارم انجام میدم، الان این رفتاری که دارم انجام میدم، حتی با بچه‌ام، حتی با مدیرم، ببینید رابطه فقط در یک رابطه عاطفی خلاصه نمیشه. رابطه در یک رابطه اجتماعی هست، رابطه شغلی هست، رابطه مادر و فرزندی هست، رابطه دوتا دوست با همدیگه هستش. و خب ما میگیم مهمترین قلم رو به زندگیمون رابطه عاطفیه که میتونه همه رو اثرگذار باشه روش. ولی موضوع این هستش که من باید ببینم اگر قراره وارد یک بازی بشم توی هر رابطه که قرار دارم، این بازیه نتیجه چیه. و یکی از مهمترین مواردی که شماها باید اون رو در نظر داشته باشید بازیه به نام بازی سوال. بازی سوال به خصوص در مواردی که موارد دردناک، موارد آزاردهنده است و جوابش از پیش تعیین شده هستش. یعنی تو از قبل داری یک سوالی رو از طرف مقابلت میپرسی که از قبل جواب این سوال رو داری و از قبل میدونی که این سوال چه پاسخی داره. و خب باید از خودت بپرسی من میخوام دنبال چی بگردم. وقتی من یه جوابی رو مطمئنم، وقتی یک جوابی رو ازش اطلاعات دارم و شنیدنش حالا از طرف مقابلم هم ممکنه برام خیلی دردناک باشه، الان دنبال چی هستم؟ این بازی میتونه مچگیری باشه، بازی سوالی که شما جوابش منفیه، میتونه برای مچگیری باشه، میتونه برای به نوعی دروغ سنجی طرف مقابلمون باشه، میتونه یه جایی هم برای ما به عنوان بازی که میخوام میزان صراحت و صداقتش رو نسبت به خودم بسنجم مورد استفاده قرار بگیره. که خب قطعا شما باید توی بازی های مثبت صراحت و صداقت طرف رو بسنجید و قطعا باید توی ارزیابی های شخصیتی اون رو درک کنید، نه صرفا توی مچگیری هایی که ما داریم انجام میدیم. دنبال چی هستیم توی بازی منفی سوال پرسیدن؟ الان بازی رو براتون توضیح میدم. بازی منفی سوال پرسیدن بازی هستش که من شروع میکنم به انجام دادنش، مثل این که من متوجه شدم طرف مقابلم یه دروغی رو به من گفته، طرف مقابلم یه پنهانکاری رو به من کرده، طرف مقابلم یه عملی رو که قبلا به من قول داده بوده انجام نده رو انجام داده و الان من متوجه شدم و 100% سند دارم که اون قولایی که داده، اون تعهدایی که داده رو زیر پا گذاشته و من میدونم، سند دارم، ثابت شده بهم و من میخوام حالا برم با این بازی، با این سوال پرسیدن ها از طرف مقابلم جواب بگیرم. خب و این موضوع مهمتره که شما باید بدونید معمولا جوابی که شما میگید اون چیزی که باب میلتون هست نیست. ضمن این که خیلی وقتا ما خودمون از شنیدن جواب نسبت به یه سری از موضوعات که برامون دردناکه، وقتی طرف مقابل میاد همون جواب رو میگه، احساس شکست بیشتری رو میکنیم. برای همین میگم بازی سوال منفی رو شروع نکنید. بچه‌ها توی رابطه عاطفیتون به خصوص وقتی یه جاهایی متوجه میشین که طرف مقابل، کسی که روبروی شما هستش، یه سری تعهدها رو زیر پا گذاشته، یه سری قول و قرارها رو زیر پا گذاشته و
این موضوع برای شما دردناکه، اما همچنان یه جوری فیلم بازی میکنه که انگار نه هیچی نیست و آب از آب تکون نخورده. اگه تو بری اون چیزی که حتی سند داری ازش رو سوال کنی از طرف مقابلت، پاسخ که به تو داده میشه قطعا پاسخی که تو رو پیروز این میدان گفتگو کنه نخواهد بودش. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتها ما دنبال این هستیم که نتیجه دلخواهمون رو بگیریم، اما موضوع این هستش که نتیجه دلخواه ما حتی اگر صراحت طرف مقابل رو توش داشته باشه برامون دردناکه. توی سوال پرسیدن ها کسی که داره سوال رو جواب میده، به خصوص تو بازی سوال منفی که به قول خودمون موجگیری، دروغ سنجی، میزان ارزیابی صراحت طرف مقابل هستش، توی سوال پرسیدن ها معمولا به دلیل ریشه های فرهنگی که متاسفانه تو فرهنگ ما وجود داره یه خورده صراحت در پاسخگویی ضعیفه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه آدم ها در درونشون از ریشه فرهنگی مونه ها، ما فکر میکنیم یکی که میاد صریح اقراق به اشتباه میکنه، یعنی میگه که آقا من اشتباه کردم، آره تو راست میگی، من فلان کاری که قول داده بودم رو انجام ندادم، تو راست میگی، من بی وفایی کردم، بد عهدی کردم، تو راست میگی. ببین وقتی من میرم به طرف مقابلم میگم من میدونستم که تو با فلان کسک در ارتباط هستی، خب وقتی طرف مقابل میاد صریح میگه بله من دقیقا داشتم این کارم انجام میدادم، در درون تویی که یک سندی رو داشتی، یک موضوعی رو میدونستی واقعا داره اتفاق میفته، در درون تو یک حسی از طرف مقابل بهت القا میشه به نام وقاحت. احساس میکنم طرف مقابلم چقدر وقیحه که الان داره نسبت به این موضوع دقیقا توی چشم من اعتراف میکنه و میگه. و خب طبیعیه که حتی اگر من جواب و نتیجه دلخواه خودم رو بگیرم باز هم الان آزار میبینم دیگه، اذیت میشم. حالا جدا از همین، خود این ریشه فرهنگی باعث میشه که خیلی از آدم ها از پاسخ صریح دادن نسبت به سوالات ما تفره برن. چند دلیل داره که من برای شماها دلایلش رو نوشتم، دونه دونه براتون دلایلش رو میگم. بچه ها اغلب ماها دوست نداریم حتی جایی که میدونیم طرف مقابل ما مچ منو گرفته، اغلب ماها دوست نداریم با صراحت بیان کنیم که ما اشتباه کردیم و خطا کردیم. به چند دلیل. یکی از دلایل میدونین چیه؟ منفعت منه. منفعت منه. چرا؟ نفع من، منفعت من در این هستش که من نپذیرم که اون چیزی که این طرف مقابل داره میگه واقعیت محضه. خب به خاطر اینکه اگه من صریح جواب بدم، ببین مثلا میگم توی کیس ارتباطی میبینی که خانم میره به آقا میگه که تو به من خیانت کردی، من میدونم که تو به من خیانت کردی، الان منفعت مرد در این نیستش که، یا منفعت حتی خدای نکرده زن، فرقی نداره زن و مرد دردناکه، منفعت دو طرف در این نیستش که بگن آره ما خیانت کردیم، آره ما با کس دیگه در ارتباط بودیم. چرا؟ چون حالا پای زندگی در میونه، پای خانواده در میونه، پای حیثیت هم در میونه، پای عزت هم در میونه، پای خیلی چیزا در میونه که الان به نفع من نیست این اعتراف رو کردن. پس بنابراین اون جوابی که تو حتی سند داری، سند تصویری داری، سند رسمی داری که بیای به من بگی آقا من سند دارم این جواب من هستش، من حاضرم واقعیت رو نگم، دروغ بگم و به منافع خودم فکر کنم. میدونین چرا؟ چون حتی اگه پاش برسه طرف مقابل میگه من به خاطر تو اون روز راستش رو نگفتم، که اینم یک دلیل دیگه. یکی از دلایل دیگه‌ای که میشه گفتش که آدم‌ها توی رابطه، حتی به نظر من برای حس خوب دادن به طرف مقابلشون حاضر نیستن بپذیرند که یه اشتباهی انجام شده و باید بپذیرن این اعتراف رو، یکی از دلایلش دلسوزی و محبته. ببین انقدر فرد توی ذهنش تو رو دوست داره، انقدر فرد همچنان نسبت به تو مهر و محبت داره، حتی ممکنه انقدر دلش برای تو بسوزه که ترجیح بده الان زیر بار جواب درست این سوال نره، یعنی الان منفعت تو در میونه. توی بخش دلیل منفعت که من بهتون گفتم،
یکی از دلایل منفعت میتونه تو بحثای کارها و بازیهای مثبت هم باشه ها. میدونین چرا اینو میگم؟ یه جایی هست من میخوام تو رو خوشحال کنم، میخوام تو رو سورپرایز کنم، میخوام برای تو مثلا یک مهمانی بگیرم، میخوام برای تو یه هدیه ویژه بگیرم، برای همین مجبورم ساعتها روزها برم بیرون بگردم توی بازار و نمیخوامم تو متوجه بشی که حالا این پیامهایی که من با فروشنده ها دارم رد و بدل میکنم، این بیرون رفتن هام برای چی هستش؟ چون میخوام در نهایت تو رو سورپرایز کنم. الان اگر به من بگه که توی این چند روز کجا بودی، به نفع من و منفعت من و حتی منفعت طرف مقابلم در این هستش که من اعتراف صریح نکنم به واقعیت. یعنی شما باید اینو در نظر داشته باشین که گاهی اوقات حتی آدم‌ها برای اینکه بخوان نفع شما و خیر رو هم در نظر داشته باشن حاضر نیستن پاسخ صریح بدن. حالا چه برسه به اینکه قرار من برم تحت یک محاکمه یا قضاوتی که میدونم من اشتباه کردم، پس باز هم من دلیلی نمیبینم که بپذیرم. پس دلیل اولمون ریشه های فرهنگی بود که ما صراحت رو با وقاحت مساوی میدونستیم. دلیل دوممون منفعت طلبی آدم ها بود، اصلا ژن خودخواهی که ما داریم، ژنمون گزینه‌ای به نام خودخواهی وجود داره، منفعت طلبی ما بود. و دلیل سوممون دلسوزی بود، یا اینکه محبت من بود و من نمیخوام تو رو ناراحت کنم، من نمیخوام تو رو دلگیر کنم هستش. و شاید بگم یه دلیل خیلی مزخرف دیگه ای هم وجود داره توی بازی سوال، که آدم ها ترجیح میدن جواب درست به شما ندن و هر بار که تو سوال میپرسی جواب نادرست بهت میدن. دلیلش دلیل دوست داشتنی و جذابی نیست، ولی دلیل دیگه اینکه تو رو احمق فرض میکنن یا ما رو آدم های کمهوشی فرض میکنن. و جالبیش میدونین چیه؟ اینه که توی تمام این گیرودارها حتی به ما لیبل متوهم بودن هم میزنن. یعنی تو دیدین بی‌تعهدی کرده، دیدین آدم داره خیانت میکنه، دیدین آدم درست رفتار نمیکنه و سند داری برای رفتارهای اشتباهت، بعد میای میگی بابا من خودم تو رو دیدم، من خودم پیامای تو رو خوندم، میگی تو که توهم میزنی. یعنی به تو یه حس اسکیزوفرنی بودن و یه اختلال شخصیت داشتن رو میدن و تازه تو رو متهم میکنن و خیلی قشنگ دستروشون رو میشونن، یه گوشه میشینن و با یه لبخند خیلی مسخره هم بهت نگاه میکنن و این حس رو به تو میدن که دیدی توی این رینگی که راه انداختی و این بحثی که راه انداختی بازنده ماجرا تو هستی و از پیروزی موقت خودشون احساس لذت میکنن. یعنی پیروزی مقطعی خودشون حس لذت رو براشون داره، در صورتی که توی واقعیت این اتفاق نیفتاده و توی واقعیت چیز دیگه ایه. بچه ها یه سری سوالات ممنوعه برای اینکه بتونید این بازی رو وارد نشید، بازی منفی. یه سری سوالات ممنوعه. مثلا وقتی تو میری به طرف مقابلت، میدونی که این فرد الان با فرد دیگری در ارتباطه یا اصلا توی رابطه با تو فرد دیگری هم باهاش در ارتباط بوده، حالا با هر عنوانی، هر لیبلی که داره میزنه، همکارمه، دوستمه، مشاورمه، رئیسمه، نمیدونم هر چیز دیگه که هستش، سرگرمیمه، هر چیز دیگه ای هست. وقتی تو میدونی پاسخ این رو، اصلا نرو این سوال رو بپرس که تو به غیر از من با کس دیگه ای هم هستی یا با کس دیگه ای هم بودی یا نه. دنبال چه جوابی هستی؟ بهت بگه آره، خب میسوزی، آتیش میگیری. بهت بگه نه، میگی ببین اونی که فرض کردی منم خودتی، هفت جد و آبادته. دنبال چی هستی؟ این سوال سوال دردناکیه که جوابش جواب شیرینی بر تو نخواهد بود. یا وقتی که ما به طرف مقابلمون میگیم که منو هنوز دوست داری، خب چی بگه؟ اگه واقعا احساس میکنی دوست داشتن و رابطه عاطفی شما یه رابطه کمرنگی شده و نسبت به قبل اون گرما و اون صمیمیت رو نداره، اصلا الان این سوال رو داری برای چی میپرسی؟ یه چیزی بدیهی دیگه داری میبینی. وقتی میگی منو بازم دوست داری، یعنی یه چیزی تغییر کرده تو رابطه عاطفی از نظر تو دیگه. خب اگه بگه آره، تو دلت میگی پس چرا شواهد و نشانه ها اصلا نشان دهنده این نیستش که آره
منو دوست داره. اگه بگه نه، میشینی اعضای قبری که توش مرده نیست رو میگیری، عزاداری میکنی که خب چرا به من گفتی نه، خب من که خیلی دوستت داشتم، حالا میخوام هزار تا دلیل بیارم که چی شد اون عشقمون، چی شد اون زندگیمون، چی شد اون لحظات خوبمون. الان دنبال چی هستی؟ اگه واقعا یه چیزایی توی رابطه عوض شده، بشین به این موضوع فکر کن، ببین که سوال پرسیدن تو نتیجه چیه. مثلا اگه الان بهت بگه نه، تو بهش میتونی توی سوال بعدی یا حرف بعدی برگردی بگی که خب اگر نه بیا یه کاری کنیم درست شه، و چقدر مطمئنی که طرف مقابلت حاضره الان حاضره تم بده به درست شدن رابطه. خب باید ببینم من دارم سوالی که میپرسم قراره چه بلایی رو سر من بیاره. یا سوالای دیگه، خیلی سوال زیاده. مثلا من اینجا نوشتم به نظر چیزی تو رابطه ما عوض نشده، احساس میکنی یه فاصله بینتون افتاده و از طرف مقابل میپرسی چیزی تو رابطه ما عوض نشده. خب خودت داری متوجه میشی عوض شده، خیلی چیزا عوض شده دیگه، اون شیطنت ها، اون سرگرمی ها، اون حال خوش وجود نداره، حداقل الان تو تجربهش نمیکنی که داری ازش این سوال رو میپرسی، و این خودش دردناکه، تو خودت این رو تجربه نمیکنی. بچه‌ها چی کار باید بکنیم الان اینجا؟ ببینید وقتی یک بحثی، یک گفتگوی رو شروع میکنیم برای رسیدن به یک نتیجه، دنبال این نباشید با سوالهای منفی پاسخ مثبت رو دریافت کنید، دنبال این باشید که ببینید حقیقت و واقعیت چیه. میدونین چرا؟ چون وقتی که تو سوال میپرسی، طرف مقابل تو توضیح درستی رو به تو نمیده، حالا به همه دلایلی که وجود داره توضیح درستی رو به تو نمیده. وقتی توضیح درستی رو به تو نده، تو یه جورای سردرگم هستی. و جالبیش میدونین چیه؟ جالبیش اینه که در کنار همه این سردرگمی هات، طرف مقابلت یه جوری حق به جانب رفتار میکنه که تو اصلا احساس ضعف بیشتری رو میکنی. من همیشه میگم وقتی که یه جایی میدونی که اگه بری توی رینگ این بحث، طرف مقابل تو آدم منطقی نیست و آدم سختیه، آدمیه که میخواد به نوعی قدرت نمایی کنه، آدمیه که به نوعی میخواد نشون بده که همه چیز در دستهای من قرار داره، بهتر وارد این رینگ نشی. بهتر وارد این رینگ نشی، چون هر چقدر تو قدرت داشته باشی، هر چقدر دلیل داشته باشی، هر چقدر توانایی داشته باشی، طرف مقابل تو میتونه تو رو با هر ترفندی که شده شکست بده، با هر ترفندی، میتونه با تضعیف روحیه تو، میتونه با لیبل زدن به تو، میتونه با چند تا جمله دردناک به تو، تو رو از اون رینگ خارج کنه، و تو بخوای نخوای با اینکه پیروز وارد شده بودی، قشنگ شکست سنگینی از رابطه و از اون رینگ خارج میشی و تا مدت ها هم حالت خوب نیست و واقعا خیلی بده، چون تو در نهایت میگم شاهد یک چهره بسیار ریلکس هستی که دیدن این چهره ریلکس که حتی ظاهرش هم برای ریلکس بودن هدفش آزار دادن توه، حال تو رو خیلی بد میکنه و حال تو رو خیلی به هم میریزه. کسی که میخواد نشون بده که برای من هیچی مهم نیست و برای من همه چیز برای من بی ارزش جز خودم، واقعا اون لحظه ها لحظه های دردناکیه که آدم با همه وجودش اون رو میتونه با دونه دونه سلولای وجودش اون رو دردش رو بچشه و حس کنه. اینکه تو احساس کنی برای کسی که بی نهایت خودت براش ارزش قائلی، بی نهایت خودت دوستش داری و به تکیه گاه عشقی که این آدم نسبت به تو داشته، یک رابطه یا یک زندگی رو باهاش شروع کردی، بیاد بهت بگه که من دیگه هیچی برام مهم نیست و حالا به هر دلیلی آدم متفاوتی هم، آدم خاصی هستم، یه سری لیبل ها بزنه و سعی کنه اون دوست داشتنه رو، اون عشق رو، اون محبت رو انکار کنه و به قول خودمون یه پوششی بزنه روش که چیزی که ازش بمونه برای تو درد باشه، چیزی که ازش برای تو بمونه ناراحتی باشه. و من واقعا همیشه اعتقاد دارم که زخمی که حرف ها میزنن، زخمی که کلمات میتونن توی وجود آدم ها و روح آدم ها وارد کنن، خیلی کاری تر از زخم دسته یا هر چیز دیگه ایه. و بنابراین بیاین روی این دقت کنید بچه ها، به جای اتلاف انرژیتون، به جای اتلاف زمانتون، به جای اتلاف اون
حال و هوای خوب روح و روانتون، به جای هدر دادن، به جای اسراف کردن این انرژی و زمان و روح و روانتون، بیاین بشینید به این موضوع فکر کنید. یک چیزی در رابطه با هر کسی که هست من رو داره آزار میده و این چیز یک واقعیت کاملا عینی است که من دارم میبینمش و هر روزم دارم تجربهش میکنم و طرف مقابل من علارغم توضیحات ناقصی که داره به من میده و علارغم اون حس بدی که داره به من میده، قیافه حق به جانبی داره که داره تازه به من لیبل هم میزنه و خب همه اون چیزی که داره منو آزار میده هنوز به قدرت و قوت خودش وجود داره و من بیام با خودم فکر کنم چیزی که داره منو آزار میده تا چه اندازه رو ظرفیت من هستش، تا چه اندازه درک این آزاره رو ظرفیت من هستش، تا چه اندازه تحمل این آزاره روی ظرفیت من هستش و بیام این رو چک کنم با خودم و ببینم که رفتم صحبت کردم، رفتم حرف زدم، خواستم همه چیز رو درست کنم، اما نه تنها درست نشد همه چیز، بلکه اون حس آزاره به قوت خودش باقی موند، هیچی، یک قدرت دیگه ای هم گرفت روش. یعنی تو تازه متوجه شده جدا از همه اون دردهایی که درونت داره میکشه، برای طرف مقابلت اهمیتی نداره حال و هوای تو، برای طرف مقابلت رو راستی با تو اهمیتی نداره، صراحت تو با طرف مقابلت کار اشتباهیه و همه اینها دردناکتره و واقعا من فکر کنم یه وقتی یه سری دردها هستش که هی هر روز تکرار میشه، هر روز برای آدم تکرار میشه و این دردها یه جایی استخونای روح آدم رو میشکنه. من حتی اعتقاد دارم این دردها اعتماد به نفس رو میگیره، قدرت اراده رو میگیره، قدرت حرکت کردن رو از فرد میگیره و این دردها یه جایی روح و روان رو، استخونای روح و روان رو له میکنه و مچاله میکنه و اونجاست که اگر تو عالم و آدم رو داشته باشی، اگر ثروتمندترین آدم روی زمینم باشی، اون چیزی که میتونه تو رو سر پا نگه داره رو نداری. پس بهترین حالت اینه که دست از آزار دیدن های تکراری بردارید، چون این آزار دیدن های تکراری شما رو ضعیف میکنه. اگر اون کسی که روبروت هست رو دوست داری، بپذیرش که این آدم این مدلیه و انکار بخشی از وجودشه و من ترجیح میدم این انکار رو بپذیرم ولی دوست داشتنم رو نگه دارم. چون تو بعضی وقتا میبینی از نظر خودت اوضاع زندگیت، رابطت، همه چیز خوبه، ولی طرف مقابل تو میاد در یک جمعی، در یک گروهی اعلام میکنه که ما فقط ظاهر زندگیمون مردم رو داره میکشه، باطن زندگیمون اصلا خوب نیست و فقط ظاهر زندگیمون خوبه و بعد تو احساس بدی داری وقتی که میبینی طرف مقابل داره انکار میکنه واقعیتهایی که تو برای رسیدن بهش تلاش کردی، واقعیتهایی که تو برای به دست آوردنش تلاش کردی و این یه آزار دائمی رو برای تو خواهد داشت و به نظر من پوسوندن روح و روان رو خواهد داشت. پس بنابراین بشینید قبل از اینکه صدای قرچ قرچ شکستن استخونای روح و روانتون رو بشنوید، قبل از اینکه شاهد خاک سپاری قدرت اراده و شخصیت و اعتماد به نفستون باشید، به خودتون بگید اگر دوستش دارم، این فرد محبوب منه، یا باید این رو همین جوری که هست بپذیرم و خودم رشد کنم و برم، و یا این که نمیتونم و نمیکشم توی این ارتباط بمونم، من دارم میبینم که طرف مقابل من خیلی معایبی رو داره که برای ارزش‌های من بسیار این معایب دردناک و آزاردهنده هستش، میام بر اساس این معایب و بر اساس ظرفیت خودم برای روبرو شدن با این معایب، ماندن یا نماندن خودم رو رقم میزنم. اگه قراره بمونید، آدمی که روبروتون هست و همون جوری که هست بپذیرید و بدونید که اصلا اشتباه وارد بازی سوال شدن با این آدم، چون بخوای نخوای حتی اگر مهر پیروزی دستت باشه تو شکست خوردی، تو شکست خوردی، چون این آدم بلده چجوری تو رو شکست بده. ولی اگر دیدی که نه، دوست داشتن ته کشیده و دیگه چیزی از دوست داشتن نمونده، روح و روانم نابود شده، ارادم نابود شده، اعتماد به نفسم از بین رفته، تمام اون ارزش هایی که من به خاطر اون ارزش ها وارد این زندگی و رابطه شده بودم دونه به دونه داره میره توی صندوق و روشون قفل میخوره و بسته میشه،
بهتره به موندنه فکر کنی، بیشتر فکر کنی، به رفتنه تازه بیشتر فکر کنی و بشینی نگاه کنی ببینی آیا واقعا ارزشمند هست یا نه. به هر حال کسی که بخواد بمونه رو اصلا نیازی نیستش که شما بخواید خودتون رو به در و دیوار بزنید نگهش دارید، ولی خب رابطه عاطفی به خصوص نیاز به مراقبت داره، رابطه عاطفی نیاز به رسیدگی داره و باید برسید. ولی اگر احساس کردی طرف مقابلت مثل کشیه که هر آن ولش کنی میخواد بره و به هر دلیلی به هر بهانه‌ای دنبال نبودن با توه، من فکر میکنم بهترین کار اینه که چمدوناشو ببندی تا جلوی در قلبت هم این آدم رو بدرقه کنی و بعد در رو محکم ببندی که دیگه این آدم بر نگرده توی این قلب. به هر حال یه سری بازی‌های دردناکیه. اگر طرف مقابلتون براتون ارزشمنده، اگر براتون دوست داشتنیه، اگر براتون عزیزه و نمیتونی کنارش بذاری، بهتره وارد این بازی‌ها نشی. ولی اگر احساس کردی که از دوست داشتن چیزی نمونده و جواب سوالاتت رو میدونی، به خصوص تلخ هستش، تصمیم گیریت رو درست کن. چند وقت پیش یک عزیزی توی یکی از دوره‌های آموزشی من گفتش که خانم نسرین، من همسرم رو خیلی دوست دارم و همسر من به من خیانت میکنه و خیلی با وقاحتم خیانت رو عنوان میکنه و من عاشق همسرم هستم و پیش مشاورای زیادی رفتم، به من گفتن جدا شو، نظر شما چیه؟ گفتم جدا نشو، تو حق نداری جدا بشی. وقتی که داری میگی من عاشقش هستم، وقتی میگی من دوستش دارم، چون اگر دو جدا شی و بری، اولین اتفاقی که برات میفته حس پشیمانیه که میگه که چرا جدا شدم، حالا بود دیگه توی زندگی. ولی اگر روزی دیدی که از این عشق چیزی نمونده و حس خوبی نداری، اون موقع به جدایی فکر کن، باز هم بر اساس شرایط اون موقع، نه اینکه همین الان تصمیم بگیری که باشه جدا میشم تموم میشه. و من فکر میکنم که هیچ وقت درست نیست که ما بخوایم برای آدم‌ها یک گزینه‌ای به نام طلاق رو روی میز بذاریم و بگیم که آقا جان جدا شو و طلاق بگیر. نه، وقتی طرف مقابل من داره میگه دوستش دارم، من میگم وارد بازی نشو، پس بهتره که نری دیگه گوشیشو چک کنی ببینی که داره خیانت میکنه یا نه، بهتره که نری دیگه، مگر اینکه دنبال دلایل محکمتر و سندهای قویتری باشی که به خودت بگی این دوست داشتن اشتباهه. خب وگرنه هستن افرادی که ظرفیت خیانت دیدنشون زیاده، ظرفیت بی‌تعهدیشون زیاده و سالهای سال هم هستش زندگی میکنه و همچنان هم عاشقانه موندن. ولی وقتی که تو احساس میکنی که این منبع، این کسی که من دوستش دارم، منبع آزار منه و دوست داشتنی دیگه برای من نمونده، به نظر من از منبع آزار دور شید اون موقع. ولی وقتی منبع عشقه، منبع احساسه، منبع حسرته، منبع به دست آوردنه، اصلا جدایی از این فرد اشتباه هستش. اینم از بحث امروزمون و موضوع امروزمون که بهتون گفتم وارد بازی منفی سوال نشید. و این ویدیو رو من برای شماها روی وبسایتمون نشر میدم که بتونید ببینید، به دوستانتون هم بگید که ویدیو رو ببینن. ضمن اینکه توی بازپخش اینستاگرام به خاطر آپدیت های جدیدی که اینستاگرام داده، ویدیو در بازپخش لایو نمیره بچه‌ها. اینو تاکید میکنم اینستاگرام هاتون رو آپدیت کنید، چون ویدیوی شما وارد ویدیوی لایو ما وارد بخش آی جی تی وی ما میشه و روی آی جی تی وی ببینید. یعنی اگر الان مثلا 1600 نفر، 700 نفر، 500 نفر ویدیو رو دیدن، وقتی میره تو آی جی تی وی صفره، عدد صفره، چون دیگه روی لایو بازپخش نداره، میره روی آی جی تی وی بازپخشش رو انجام میده. به هر حال خیلی دوستتون دارم، انشالله هر جایی که هستی موفق و پیروز باشین. راستی یک ویدیویی هم امروز برای شما منتشر میکنیم ما روی وبسایتمون و اینستاگراممون به عنوان مشهورترین و یکی از دقیق‌ترین تست‌های ارزیابی. ویدیو رو ببینید بچه‌ها، ویدیویی که توی اینستا گذاشتیم ویدیوی کوتاهیه. برای اینکه بتونید توضیحات خیلی جامع‌تری داشته باشید، ویدیوی روی وبسایت رو هم ببینید. و یادتون باشه به خصوص اگه تو پروسه ازدواج و آشنایی هستید، یکی از قوی ترین ابزارهای ارزیابی و مقایسه دو نفر که آیا به درد هم میخورن یا نه،
این تستی هستش که ما از امشب برای شما روی وبسایتمون به صورت رایگان، هدیه ویژه ما به شما هست، رایگان برای شما عزیزانم نشر میدیم. بچه‌ها این تستی که ما امشب داریم برای شما میذاریم و ویدیوشو توضیحاش رو میدم من توی ویدیو، این تستی که شما هر دفتر مشاوره‌ای که برید باید هزینه خیلی بالایی رو براش بدید، برای کارنامش باید هزینه خیلی بالایی رو بدید، اما ما و همکارانمون اومدیم این تست رو کاملا برای شما عزیزانم راحت توضیح دادیم، شما انجام میدید و کارنامه‌ش هم براتون رایگان ارسال میکنیم، میبینید کارنامه رو میخونید و استفاده میکنید. اگر دیدید یه جاهای نقص، ایراد، مشکل، آموزش‌های زیادی روی وبسایت ما هست که به اصخایی میکنم که به شما کمک میکنه که به شما کمک میکنه که شما بتونید از برنامه ما و حالا اون آموزش‌های لازم استفاده کنید و بهره ببرید. خیلی دوستتون دارم، هر جایی که هستین موفق و پیروز باشید. ببخشید من فکر می‌کردم گوشیم رو سایلنت کردم، الان سایلنت کردم و انشالله هر جایی که هستین پیروز و موفق باشین. دوستتون دارم، خدا نگهدار. لایو رو برای دوستاتون هم اطلاع رسانی کنید برنامه امروز رو ببینن. هر جایی که هستین پیروز باشین. خدا